این میتونه زنگ خطری باشه نه فقط برای گروه مجاهدین، بلکه هر گروه دیگری رو که عملا حاکمیت در ایران بخواد که به دادگاه بکشه و با احکام خودش حکمای رو علیه اونا صادر بکنه. و در نهایت بسیاری شاید از فعالین سیاسی هم نگران این باشند که اون احکام منجر به درگیر شدن پلیس بین‌المللی یا اینترپل بشه. میتونه شروع این داستان ها هم باشه، درسته؟ بله دقیقا. ببینید، به هر حال یک حکم قضایی رسمی از یک کشوری هست که بر اساس اون ایران میتونه به هر حال یک اقداماتی رو انجام بده، حالا چه این اقدامات به نتیجه برسه و یا نرسه، و یا حتی این امکان وجود داره که کار به مصادره اموال اونها در ایران برسه، کار به این برسه که فشار بیاره بر به اصطلاح پلیس و دولت کشورهایی که این متهمین در اونها ساکن هستن تا اینها رو مسترد کنه. خب من تصور میکنم که جمهوری اسلامی بیاد و از قانون برای سرکوب مخالفان، حالا فرقی نمیکنه، با مجاهدین شروع کردن، ولی میتونه دامنگیر همه دستجات اپوزیسیون و حتی دامنگیر همه روزنامه نگارانی مثل شماها که دارین با رسانه های فارسی زبان خارج از کشور حرف میزنین بگیره، به این معنا که داره محاسبه میکنه روی امکانات حقوق بین الملل و امکاناتی که احیانا پلیس اینترپل در اختیار میگذاره. این خطر داره کسانی رو که خارج از کشور هستند و هر کدومشون به هر حال در یک زمینه و حوزه‌ای دارن کارهای انتقادی و خبری حتی بر ضد جمهوری اسلامی میکنن، اینها رو در خطر قرار بده. خانم کار، به نظرتون بنابراین این شروع یک روند هست؟ بله بله، من اینطور فکر میکنم. اصلا نباید تصور کنیم که حتما شکست میخوره، و بلکه باید ببینیم راه مقابله باهاش چیه.